در همین رابطه همراه هستیم با مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. آقای امیر خیلی خوش آمدید. آقای امیر، آقای گالان این بار با یک لفظ قاطعی عنوان کرده که به ایران حمله خواهیم کرد. واقعا فکر می‌کنید که چقدر اسرائیل نزدیک هست به یک حمله نظامی به جمهوری اسلامی؟ ببینید، من به این پرسش پاسخ میدم و یه توضیحاتی رو بعداً بهش اضافه میکنم. و زمان حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی حکومت اسلامی ایران روزی یا فردای روزی یا یک روز پیش از آن خواهد بود که علی خامنه‌ای دستور بده که از مرحله آزمایش به تولید بپردازید. در اون لحظه اسرائیل خودش رو تنها احساس خواهد کرد. ایالات متحده حاضر به همکاری نیست، کشورهای اروپایی نمیخواهند با اسرائیل در بیفتند و بنابراین نتانیاهو گفته و بارها گفته که در چنین صورتی ما ناچار خواهیم بود که خودمون اقدام بکنیم. و آنچه که شما گفتید و پرسیدید در واقع در سخنان آقای گالاند هم استنباط میشد ازش. ببینید، دیروز در مراسم اعطای سردوشی به خلبانان دوره جدید نیروی هوایی اسرائیل دو سخنرانی انجام شد، نتانیاهو و گالانت. قبول دارم که سخنان گالانت بسیار شدیدتر از نتانیاهو بود، ولی نتانیاهو یک بار دیگر قاطعانه اعلام کرد که ما میتونیم و اقدام میکنیم و به حکومت ایران اجازه ادامه سرکشی و توطئه‌گری و فتنه در منطقه رو نخواهیم داد. احساس میکنم که الان نظام سیاسی و نظامی اسرائیل به علت اینکه از امکان همکاری ایالات متحده مایوس شدن به دو شیوه جدید دست میزنن. یکی شدت بخشی به حملات لفظی خودشون و دوم اینکه به افشاگری پرداختن درباره توان اسرائیل در مقابل توان اطلاعاتی اسرائیل در مقابل با فتنه‌گری های حکومت ایران. الان چند هفته است که آقای نتانیاهو میگوید که ما اطلاع دقیق داریم که حکومت ایران میخواهد که مراکز تروریستی جدیدی رو برپا بکنه و افراد جدیدی رو مأمور اجرای عملیات آدمکشی در کشورهای مختلف بکنه. این یکی. دوم میآیند و علنا این بار به عهده میگیرند که بله، ما بودیم که این افرادی رو که مورد تحقیق و بازپرسی قرار گرفتن در تهران بودن یا جای دیگه بودن، ما رفتیم اونا رو پیدا کردیم، ناچارشون کردیم که اعتراف بکنن، اطلاعاتی رو ازشون گرفتیم و ببینید که ما چقدر قدرت داریم. نکته سوم این است که آمدن و اسامی و سمت‌های تمام سرکردگان سپاه پاسداران رو منتشر کردن و گفتن که مواظب باشید، ما بیداریم، هوشیاریم و همینطور که آقای گالاند گفت ما شما رو از مرزهای اسرائیل بیش از 1000 کیلومتر دور می‌کنیم. این شدت عمل اسرائیل نوعی نومیدی و یأس است از واکنش‌های ایالات متحده که روابط آقای بایدن با نتانیاهو تیره است. آقای آنتونی بلینکن میآید و علنا از آنچه که بین اسرائیل و فلسطینی ها میگذره انتقاد میکنه آقای بایدن. آقای امیر اجازه بدید مسئله آمریکا و اسرائیل باز خواهیم گشت. عذرخواهی میکنم از شما بابک اسحاقی به ما پیوسته. بابک، برامون توضیح بده در مورد صحبت های آقای گالانت. بله، وزیر دفاع اسرائیل آقای یوآف گالانت در سخنانی یک بار دیگر هشدارهای اسرائیل را که بارها از زبان خود او و همچنین آقای بنیامین نتانیاهو شنیدیم تکرار کرد و در دو مورد، یکی استقرار نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه و دیگری برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. او گفت ما تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای گسترش به نزدیکی مرزهای خود را
را نمیپذیریم و علیه اونها عمل خواهیم کرد و اونها را شکست خواهیم داد. او گفت ما جمهوری اسلامی ایران را به مکان طبیعی خود، یعنی مرزهایی که هزاران کیلومتر در شرق اسرائیل قرار دارند، باز میگرداریم و اجازه نخواهیم داد که یک مرز نظامی با ما در سوریه یا در لبنان باز بکنه. در رابطه با سفر اخیر رهبران حماس و جهاد اسلامی هم آقای آلاند گالانت گفت که این یک نشست ترور هست که در پایتخت ترور انجام شده. او گفتش که ایران به قاچاق اسلحه از طریق سوریه برای حزب الله لبنان و دیگر نیروهای نیابتی خودش در منطقه همچنان ادامه میده و اسرائیل هم همچنان عملیات خودش در سوریه را ادامه میده. در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، گالانت گفت که ایران به مرحله پیشرفته‌ای در توسعه برنامه هسته‌ای خودش رسیده. او گفت که ما نخواهیم پذیرفت و نخواهیم گذاشت که سلاح هسته‌ای به دست جمهوری اسلامی ایران بیفته، که گالانت جمهوری اسلامی ایران را امپراتوری شیطان خطاب کرد که هدفش نابودی کشور اسرائیل هستش. او در ادامه گفت که من به عنوان وزیر دفاع دولت اسرائیل به دشمنان و همچنین به دوستانمان این نکته را میگویم و روشن میکنم که وقتی از صحبت از نبرد برای موجودیت اسرائیل هستش، ما به هیچ عنوان راضی به هیچ نخواهیم بود و همه گزینه ها روی میز خواهد بود. ممنونم از تو بابک. با آقای امیر باز میگریم. آقای امیر، اگر که اتفاقاتی که دیروز در آمریکا افتاد، یعنی کنار گذاشت اسخای میگم بررسی مجدد صلاحیت امنیتی رابرت مالی و نکته‌هایی که آقای گالانت امروز گفته و انتقاداتی که نسبت به دولت بایدن هست، چقدر فکر میکنید که یک در حال یک به اصطلاح شگیری یک اراده است در آمریکا که نزدیک بشه به اسرائیل و فشار، چه بسا فشار بر روی جمهوری اسلامی، اینا رو چه نشونه میبینید در این حوزه؟ نه مسلما نه، من بسیار، یعنی ارزیابی من این است که دولت آقای بایدن نمیخواهد که بیش از این درگیر بشه در خاورمیانه و دولت چین داره از این فرصت استفاده میکنه. سفر احتمالی آینده آقای نتانیاهو به پکن یک نوع دهنکجی به آقای بایدن هست. شما منو دعوت نکردید، ببینید الان چین من رو دعوت میکنه. در واقع خود آقای نتانیاهوست که میآید و اقدام میکنه و تلاش میکنه که دولت چین او رو بپذیره و اونها استقبال خواهند کرد، به خاطر اینکه دولت پکن از مرحله دیپلماسی اقتصادی آمده الان وارد دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی شده و میخواهد که در سیاست بین المللی هم جای ایالات متحده رو بگیره و این یک نوع اخطاری هست از جانب دولت آقای نتانیاهو و آقای بایدن که ما رو تنها نگذاره. سخنان دیروز آقای آنتونی بلینکن در مورد آنچه که در منطقه خاورمیانه و در کرانه باختری میگذره نسبت به اسرائیل اصلا دوستانه نبود. این است که در مجموع من احساس میکنم که بوی جنگ داره نزدیک میشه. ممنونم از شما منوشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، و بابک اسحاقی همکارم که با ما همراه بودید.